الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، درس هفتم ما شما هم بیدامی درس قبلی که ما در درس ششم اسکیل ویلیو را هم شروع کردیم و حال این اسکیل ویلیو را تکمیل میکنیم. باز هم ما با اندک رنگ آبی بالای سفید میتونیم که تون بعدی از این را ترکیب بکنیم. هر زمانی که احساس میکنین که رنگ غلظتش بیشتر از شما میتونین که از رقیق کننده استفاده بکنین. زمانی که برس میگیرین و رنگ هم ترکیب میکنین، همیشه به خاطر داشته باشین که برس به طرف دستش حرکت میتین تا ای که مویک برس شما نوازش داده شد و مویک بالت خوب روی کاغذ هم کار شود و روی وقتی که رنگ ما شما ترکیب میکنیم برس خوب فشار میتیم یا مویک تا ای که رنگ هایی که در داخل مویک هست اونا هم با رنگی که ما میخواییم تازه ترکیب بکنیم با او خوب ترکیب شود تا ای که رنگ تونی روشن‌تر از داخل برس هم بیرون نشود. می‌بینیم که تون از این خیلی تاریک‌تر شده، ما می‌تونیم که سفید کمی بیشتر بکنیم. هر زمانی که ما شما رنگ در پهلوی تون دومی قرار میدیم، بعد از او ما شما تشخیص میتونیم که این رنگ چه اندازه یا چند درجه از رنگ قبلی تغییر داره. اگر این رنگ تاریکتر شده باشه، ما شما میتونیم که مقدار سفید اضافه بکنیم و روی از این رنگ حرکت بدیم که تا حل شد و تون این رنگ روشنتر بسازه. باز هم ما میتونیم که از چپ به راست و از بالا به پایین برس حرکت بدیم تا اینکه رنگ خوب ترکیب شود. اگر شما خواسته باشین که تون دو رنگ بدانین که چه اندازه تاریک و روشن است، شما میتونین که از فاصله دورتر مشاهده کنین و یا ای که چشمتون نزدیک به بسته شدن بگیرین و این رنگ مشاهده کنین، براتون نشان میده که این رنگ به چه درجه تاریک شده. شما میتونین که نظر به او رنگ سفید اضافه کنین و تا ای که این رنگ روشنتر شود. این بار می‌بینیم که رنگ قبلی و رنگ فعلی
تفاوت چندانی نداره، پس ما رنگ آبی بیشتر اضافه میکنیم. به حال دوباره امتحان میکنیم، ببینیم که از رنگ قبلی ما ای تاریکتر شده باشه. هنوز هم احساس میکنیم که رنگ آبی تاریکتر ضرورت داره. خب باز هم اگر این رنگ روشن‌تر بود، ما شما میتونیم که مقدار کمی آبی برش اضافه بکنیم و باز هم برس به طرف راست چپ و بالا و پایین حرکت میتونیم تا این رنگ خوب ترکیب شود. در اخیر که ما این ویلیو رو کار کنیم، باز هم میتونیم که اگر رنگ ها به خواست ما شما ترتیب نشده باشه، ما میتونیم که قلم دوم با همی شوه دوباره بالای از این تکرار بکنیم، چون که اگر آب رنگ باشه و یا رنگ روغنی باشه و یا اکریلیک، در قلم اول حتما لکه های به وجود میآید و در قلم دوم زمانی که ما این رنگ دوباره بالش کار کنیم این لکه ها از بین میره. زمانی که رنگ بسیار غلیظ باشه، وقتی که ما روی کاغذ با برس کار میکنیم، ببینیم که برس درست حرکت داده نمیشه، پس ما میتونیم که دقیق کننده اضافه کنیم. زمانی که ما شما به طرف تاریکی میایم، رنگ آبی بیشتر ضرورت میشه تا اینکه هر درجه ای را تاریکتر بسازه.
دوستای عزیز، ما شما در لابلای کارا میبینیم که تچهای برس ما شما روی کاغذ دیده میشه. این ما شما اگر خواسته باشیم که به صورت یک نواخت کار شده، ما میتونیم که در یک قلم دوم بالای از این کار بکنیم. حال ما صرف تغییر رنگ ها را مطالعه کردیم که چطور ما میتونیم یک رنگ با استا استا به درجه تغییر بدیم. پس اگر شما خواستین که این را تمرین بکنین، میتونین که اگر به حالت یک نواخت و پاک کار شوه، شما میتونین که دو قلم این را عملی بکنین، یعنی یک بار که کار کردین یک بار دیگه هم تکرار میکنین تا ای که این لکه ها از بین بره. دوستای عزیز، این لول آخر این رنگ هست که ما رنگ آبی را ویلیوش درجه به درجه کار کردیم. حال ما درجه زیر بسیار کم گرفته بودیم. ما شما میتونیم که حتی این رنگ تا به 50 تون هم همینطور کار بکنیم. حال شاید در رنگ 10 تون باشه که ما شما این تون جدا ساختیم. زمانی که ما شما این تون رنگ مشاهده میکنیم، باز هم میبینیم که اگر یک رنگ سفیدی بیشتر نیاز داشته باشه، ما میتونیم با برس دیگه سفیدی بیشتر اضافه بکنیم، چون که تا وقتی یک رنگ تکمیل نمیشه ما شما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدام درجه از این بیشتر یا کمتر است. به این ترتیب ما شما میتونیم که رنگ سرخ هم با سفید ترکیب بکنیم، درجه های مختلف شبه دست بیاریم، و همینطور رنگ زرد هم میتونیم که ترکیب بکنیم، و برعکس ما میتونیم که اگر ارزش رنگ خواسته باشیم بیشتر شود، همین رنگ آبی را ما میتونیم با سیاه هم ترکیب بکنیم که رنگ های آبی تاریک با درجه های مختلف، و همینطور رنگ سرخ هم میتونیم با سیاه ترکیب بکنیم که رنگ های مختلف با وجود بیاید، و رنگ زرد هم میتونیم ترکیب بکنیم. در درس بعدی ما شما هم میتونیم که دو رنگ با هم ترکیب کنیم با همین درجه ای که ما در ویلیو کار کردیم. تا درس بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم. خداوند نگهدار شما.